مرکز مطالعات و پژوهش های کربلا در آستان مقدس حسینی با همکاری دانشکده علوم انسانی دانشگاه کربلا نشستی تحت عنوان پدیده سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان و تأثیرات آن بر جامعه و راه های درمان را برگزار کرد در این نشست دکتر باسم خلیل نایر سعیدی رئیس دانشگاه کربلا دکتر حسن حبیب گریتی عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کربلا، دکتر نذیر جبار هنداوی معاون علمی مرکز کربلا، دکتر مهد مهدی وهاب نصرالله عضو هیئت علمی دانشگاه کربلا و امیر کامل معاون اداری مرکز کربلا و دکتر امیر شمری مسئول بخش روابط عمومی و رسانه مرکز کربلا حضور داشتند. محورهای طرح شده در این نشست شامل بیان دلایل گرایش برخی از گروههای اجتماعی به ویژه جوانان به سوء مصرف و تجارت مواد مخدر و همچنین بررسی راهکارهای ممکن برای مقابله با این پدیده بود سخرانان نشست مسئولیت جامعه و مراکز مطالعات و پژوهشی در محدود کردن این پدیده و رفع مشکلات روانی و تمرکز بر انگیزه های فرهنگی امنیتی، اجتماعی و روانی نسبت به این پدیده که در حال گسترش است را تشریح کردند. همچنین این نشست شاهد حضور گسترده علمی، مؤسساتی، امنیتی و حقوقی شامل شرکت اساتید، پژوهشگران، حقوقدانان و دانشجویان از رشته های مختلف بود. در پایان نشست، سوالاتی از سوی حاضران درباره امکانات و برنامه های موجود برای مبارزه با این پدیده مطرح شد. همچنین برخی از آمارهایی به دست آمده در پجوهش های محلی مربوط به گروه های سنی و نیز مقررات بین‌المللی برای مبارزه با این پدیده عرضه گردید. رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کربلا در پایان این نشست لوحای تقدیر را به سخرانان و شرکت کنندگان در نشست اهدا کرد.